من یه توییت های قدیمی دارم. من یه سی وی که قدیمی دارم. یه پژو قدیمی دارم. وقتی ازت سوال میشه ماشین چی داری، خب معمولا به فکر خطور میکنه که یا یه ماشین جدید چینی داریم یا یه ماشین آلمانی به روز که حسرت همه شده شاید کسی داشته باشه با اختلاف مبلغ زیاد. شایدم بگی من یه دونه سی وی که قدیمی دارم، یا من یه تویوتای قدیمی دارم، یا یه دونه پژو 83 دارم. اما کل اون کلمه نمیتونه توضیح بده که دقیقاً ماشین چی میتونه باشه و چقدر زحمت روش کشیده شده باشه. شاید با گفتن من یه سی وی که قدیمی دارم پشتش بالای 2-3 سال زحمت و کلی هزینه حتی به صورت دلاری وجود داشته باشه، کلی هزینه برای تیکه تیکه کردن این کارها، برای انجام دادنش، برای اینکه بخوای اون چیزی که دوست داری باشه. پس جواب سوال من ماشین چی دارم امروز یه سوال یه جواب بیشتر نداره. من یه دونه ماشین قدیمی دارم که با عشق اونو تکمیلش کردم و دوست دارم که بغل به بغل ماشینای روز راه برم. صفحه مفش گرافیته؟ نه ولی اوکیه. بردوی تقریبا حس و حال ماشینای قدیمی اگر کسی تجربه کرده باشه همون حسو بهت میده. داشبوردایی که جنسش با مواد ABS امروز فرق داره و خب شما یه داشبورد قدیمی رو داری میبینی از طراحی، هرچند که یه سری خودروسازا هم هستن 2023 همچنان دارن همین شکلی میزنن و دیگه الان دیگه جای این صحبت ها نیست. اما داستان اینه، شما وقتی یک ماشین قدیمی میخرین صرفا باید یه سیستم ساده برقی رو داشته باشین، نه اینکه بیاین خیلی پیچیدهش کنید و دنبال سیستمای عجیب غریب برقی باشین. شما یه ماشین ساده خریدین، یه ماشین 40 سال پیشو خریدین. بازم هرچند که خودروهای داخلی یه سری آپشنای اینا رو همچنان ندارن تو بعضی از مدل ها، مثلا ما تویوتا کرونا داریم 1001 جور آپشن توش میتونیم پیدا کنیم. اما برگردیم سر اصل مطلب، وقتی یه موتور 4 سیلندر فابریک توربو ژاپنی دارین، یعنی یه گشتاور مناسب و زیر پا داریم و این گشتاور مناسب و تو هر دنده‌ای تقریبا میشه احساس کرد. از نظر شهری بودن خب میشه گفتش که شهری حساب میشه، ولی نمیتونی زیاد روش حساب کنی که اگر قطعاتش خراب شد یا هر چیز دیگه توی هر دکه میتونی پیدا کنی و داستان همین. اما توی سیویک این قضیه مقدار پیچیده تره، یعنی شما توی سیویک قطعات خیلی سخت‌تر گیر میاد، تعمیرات و هزینه هاش بالاتره و هزار و یک جور چیز دیگه. همینجوری هم که می‌بینیم زیربندی این ماشین کلاً 2 انگشت بیشتر فاصله نداره. سهشو میتونی پر کنی؟ واو اوه چه جوریه، فکر نمی کردم این باشه. چونه تو خدا فکر نمی کردم این باشه. آره کلا یه حرفای برای گفتن داره. این رو روشن که کار داریم پس دن سرویس. من دو شو فور کردم فهمیدم سه شو. نبود ماشینای روز برای خرید کردن و ماشینایی که همه دوست داریم و دوست داریم سمت جلو بریم و از پیشرفتمون استفاده کنیم،
ما رو برد به گذشته، ما رو برد جایی که ماشین‌های خوب هنوز تولید می‌شدن و هنوز که هنوز رنگ و بوی یه ماشین واقعی رو داشتن. بعد از 32 سال پشت فرمون میشینی همچنان حس میکنی که یه چارچوب محکم گرفتتت، نه اتیکه ورق حلبی که بخواد اذیتت کنه. ایمنیش پایین بود، برای زمان خودش خوب بود، موتورای خوبی هم روش نصب شد، آلایندگیش بالا بود، زمان خودش این صحبت ها نبود که یورو 5 و یورو 6 پلاس و جی دی اف و دی پی اف و اینجور چیزا وجود نداشت. اما ورود ماشینای الکترونیکی جدید منو دیگه ناراحت کرد. پس گفتیم یه چند تا ماشین بیاریم که واقعا ماشینن و رنگ و بوش دارن. پس امروز دو تا ماشین ژاپنی داریم، یکی از برند هوندا، یکی از برند تویوتا، و میخواییم ببینیم که چه کارهایی میشه روش کرد و چه هزینه هایی برامون داره و چی رو به دست میاریم و این کار تا کجا جلو میره. اما مهمتر از همه این که اصلا آیا انتخاب خوبی هست این کارو بکنیم یا نه. جواب سوالامونو میگیریم، باید قبلش باش دور بزنیم. جفت ماشینا، جفت ماشینایی هن که کلی وقت و هزینه روش گذاشته شده. پس بریم باشون ببینیم اصلا کجای کار قرار گرفتیم. آیا من با پول این برم یه دونه توربو جی دی آی جدید دوال کلاچ فلان و بهمان بگیرم، یا یه همچین چیزی داشته باشم، با یه ماشین ساده تر بگم که عشق و حالم هم دارم و همچنان هم هورمون سروتونینم و جمعه میتونم ترشح کنم. جاوید، در مورد عدد از آخر این ماشین چرا به من اینجور گفتی؟ این ماشین بیشتر از این حرف هاست. والا ماشین ایسو استاندارده، ما وقت هم نکردیم داینو ببریم. آقا شما به من گفتی عدد اصلش چقدر؟ 300 تا. این 300 تا. این بیشتر از 300 تا. یه مقدار. یه با من رو راستش بگید دیگه، منو تو نداریم، یه عمره داریم میریم جلو کار میکنیم. این من سهشو پر کردم آقا، این نیست. چون داینو نرفتیم نمیدونیم چند تا، ولی بچه ها همین موتور رو داشتن، با ایسوی استاندارد رفتن داینو، تقریبا 336 تا گرفتن. موتور استاندارد سهش چند تاست کلا؟ استانداردش سر حال باشه با ایسیو فابریک باید 320 تا بده حداقل. یعنی اگه سر حال باشه، همه چی فابریک باشه، همه چی فابریک باشه، مثلا میگه تو اردوشه 300، ولی توربوش آپگرید نباشه. حالا مثلا این توربوش آپگریده، یه ذره فرق میکنه. بعد الان چند در میاد موتور سهش؟ والا 225 تومن الان خود موتور تقریبا. ما آخرین آماری که گرفتیم 220 تا 225 میگم موتورشون. همین موتور دیگه میشه جی تی اس؟ نه، از این یه مدل بالاتر، تیریس جی تی ای جنریشن 4.5. جنریشن 4.5. شهری باش راحتی میری میای؟ من باش میرم سر کار، میرم این برمون مشکل. تو با این میری سر کار؟ میرم سر کار، صبح روشن میکنم میرم سر کار، ظهر روشن میکنم میرم باشگاه و برمیگردم. خود اتاقش چقدر هزینه برده؟ خود اتاقش که خود ماشین هلوش 320 تومن الان. پنجه؟ ارزم به خدمتت که این الان چند میخوای بدی؟ 4-3-5 4 که نمیخوای. خود اتاقش چقدر هزینه برده؟ خود اتاقش تقریبا میشه گفت 320 تومن بعد خودش رو بخری. حالا چون مثلا ما دید ترمزاش رو ذره تقویت کردیم و اینا، خب یه چیزی هلوش مثلا تقریبا دور و بر 370-380 تومن مثلا دار میشه. 370-380. چرا سیویک جمع نکردی مثلا؟ سیویک کار من نیست. الان سیویک رو نگاه کن چه خوشگل، مثلا سیویک هاچبک. چرا کارتو نیست؟ سیویک کار من نیست. من دنبال توان پایین نیستم از ماشین. مگه توانش پایینه؟ موتوری که من مد نظرم برای سیویک، خود اون دوست عزیزمون صاحب ماشینه بغلیمونم، خودش هم میدونه من دنبالش دهنت سرویس، خودش هم میدونه من دنبال چیم و من دنبال یک کای، من دنبال یک کای فول لوازمم. یک کای فول بابا، کای فول لوازم الان بالای یه تومن از این هشه دیگه. آدم باید به جون بخره دیگه. الان تو باشی یه مدت هم میخواستی تیو 5 جمع کنی، چرا تیو 5 نه؟ چرا این مثلا اگه بخوای یه انتخاب بکنی؟ من تو 206 توربون نشستم ترسیدم. چرا؟ اتاقش؟ از اتاقش ترسیدم. یعنی میگی اتاق این ماشین از 206 توربو ایمنتره؟ آره ایمنتره.
سنگین‌تر هست و اینکه یه ذره توان گرفتن روش هم سخت‌تر هست، ولی خب بهتره از نظر من. آره کردم، ولی قبول داری زیربندی که تو مثلا هوندا میشه پیدا کرد تو اینا نمیشه پیدا کرد؟ قطعا هوندا و نیسان. بله اون ماشین کیت زیربندی که داره اصلا خیلی قابل تحسینه. من سوار اون ماشین شدم، پشتش هم نشستم. پشت اون ماشین؟ بله. اصلا کلا هوندا از نظر زیربندی تو میگی هوندا؟ عالی. هوندا و میتسوبیشی. هوندا و میتسوبیشی. اصلا هوندا و میتسوبیشی سر چیز معروف هم، سر زیربندی. خب بعد یه سوال، چرا بعضی تیریس میکنن اونجور که باید رابره را نمیره؟ من سوالم اینه، چون میدی چرا ازت میپرسم؟ چون میدونم این دومین تیریسی رو دارید مثلا جمع جورش میکنی، کار میکنی، اینجور چیزا. خیلی هستن، خب بعد پیش آدمش هم بری جمع بکنی. مثلا لم خاصی داره یا چیز عجیب غریبی داره؟ داره حتما جمع کردنش، چون بعضی هستن ماشینا تازه و ورال شده هم هست، ولی با ماشینایی که قدیم جمع شدن هم نمیتونن راه برن بغل به بغل. تا الان میشه فول بوستش کرد؟ الان میشه فول بوستش. وای الان فول بوستش کردی؟ الان اگه انشالله بشه که انجام میشه، انشالله که بوستش بیاد بالا. خدا لعنتت کنه. خوبه بد نیست. خوبه بد نیست؟ سر شست تا قبل از این پول بگی خوبه بد نیست؟ بسه دیگه. تازه ما دنده چهارمون هم میذاره. ما دنده چهار نداریم، پنج داریم. اوکی برنجی فلان بابا بسه دیگه. نه جون تو چی کار داری میکنی؟ و مطمئن این میشه نگهش داشت چسبش کرد؟ من خودم بوسترش رو تقویت کردم. خب کالیپر جلوش هم تقویت شده است. کالیپر چی میندازین روش؟ کرونا 94 میخوره بهش. کرونا این بذار اینجوری بهت بگم، یعنی یه سری تویوتای دیگر رو که ترمز بهتری داره مثلا برای این انتخاب میکنی میندازین، درسته؟ بله اونایی که میخوره بهش. حالا یا مثلا خوروندنش آسون و خطری نداره، مثلا نمیخواد زیاد روش کار انجام بشه. چند تا دور میخوره؟ من الان بردم تو 7400 مفید میخوره. 7400 مفید میخوره؟ خب ما میخواییم که یه اتاق مدل پایین پیدا کنیم و موتور مناسبی رو توش قرار بدیم. اگر توی خانواده تویوتا بخواییم دنبالش بگردیم، مدل های مختلف زیادی میبینیم که توی کشورمون هم زیادن، اما داستان چند تا تیکه است. یکی قطعات ظاهریش خیلی سخت گیر میاد، دو اینکه خب اکثرا تزیینات داخلیشون به هم ریخته و دیگه الان نیاز به کلی کار دارن. بدنه هاشون ممکنه نیاز به کار زیادی داشته باشن و ترمزهای ضعیفی دارن. یکی از ضعف‌های این اتاق همینه. این اتاق کرونای مدل 992 تقریبا همسن من میشه این ماشین. و داستانم اینه که خب شما وقتی میخوای یه اتاق قدیمی انتخاب کنی، چالشات دو برابره. یعنی چی؟ اول اینکه شاید بتونی به راحتی یک موتور قوی بذاری داخلش، بری کارهای سندش و اینا رو انجام بدی و استفاده کنی و سیم کشی کنی و هر کار دیگه‌ای. ولی وقتی بحث تزئیناتش میرسه یا بحث قطعات ظاهریش میرسه یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به سال تولید اون ماشینه، واقعاً به مشکل میخوری و اذیتت میکنه. پس یکی از انتخابایی که تو بازار میشه براش داشت و به راحتی پیدا کرد، اتاق‌های مختلف کرونا. پس وقتی کرونا رو انتخاب کردیم چه موتوری داخلش بذاریم؟ تقریبا میشه گفت که 3S میتونه انتخاب مناسبی باشه. موتور 3S یا 3S که 3S میتونه 12 13 تا ورژن مختلف داشته باشه. از ورژن‌های دیفرنسیال عقب، ورژن‌های دیفرنسیال جلو و یه مدل هم که اگه اشتباه نکنم 5340 اسبه که یه ماشین تقریبا هایپرکار بوده زمان خودش. موتور 4 سیلندر توربو شارژی که تقریبا میشه گفت به راحتی توی این اتاق سوار میشه و توی مزدا هم حتی میشه این کار رو انجام داد. اما توی هوندا خب دستمون خیلی بازتره. هوندا معمولا اتاقای گرونتری داره الان تو شرایط فعلی. از قدیم هم اینطوری بود، هاچبک سیویک همیشه گرون بود. اگه 206 بود 6 تومن، این بود 10 تومن.
داستان این قراره. خانواده هوندا موتورهای گسترده‌ای داره، سری H، سری K، سری B، و یا مثل این ماشین رو موتور فابریک خودش بخوای لوازم افترمارکت بریزی تا صبح براش هست، اما همه به قیمت دلاری و گرون. این ماشین هم مثل همین ماشین چالش‌های خودش داره. یعنی چی؟ یعنی کلی از قطعات ظاهری دیگه نمیتونی نمونای اورجینالش گیر بیاری و یه سری قطعات دیگه هم که کلی با زحمت میتونی پیدا کنی. مکانیکش هم تو هر مدل خاصه و تقریبا چالش‌های خودش داره. اما تمام اینایی که گفتم خب میتونه چالش این کار باشه، ترمزها ضعیف باشه، بدن قدیمی باشه، توش آپشن عجیب غریبی نبینیم و چیزی از ماشینای روز رو توش نتونیم پیدا کنیم. اما چی پیدا میکنیم که این دوتا ماشین رو جذاب کنه بتونیم قشنگ ازشون استفاده کنیم؟ دوست داشتم، خیلی وقت بود اینا رو سوار نشده بودم. وای وای دلم خواست، به جون تو دلم خواست. من همیشه از ماشین قدیمی فراری هم خب؟ درست. قدیم این چی میتوشی چی میگه؟ ماشین جدید هم که داریم میگه نمیتوشیه چه باشناست؟ بله خدمت دیگم که من همیشه ماشین قدیم فراری هم. چرا؟ خب من خیلی سختمه بگردم دنبال لوازم و اتاق و فلان و زحمت کار، مثلا یه نفر کاسب باشه چیز باشه سخت نیست بخوای لوازمش گیر بیاری؟ من خودم بارها شده مثلا مرخصی گرفتم با موتور پاشدم رفتم بازار گشتم. تازه حالا من همونطور که خودت گفتی تقریبا میشه گفت 6 سال الان درگیر این موتور و این اتاقم. همون خیلی وقته، میدونم. به خاطر همین میدونم از کجا بخرم چی بخرم، ولی باز با این حالم یه ذره اذیتم. یه سوال، ما حالا متانولم اینا میپاشی؟ اصلا متانول متانول نداره. ECU استاندارد ماشین متانول نداره. وستگیتش اینترناله، هدرزش فابریکه. دما اینا رو از کجا مانیتور کنی؟ دمای آب. مثلا دما آب و اینا رو الان درست نشون میده؟ دما آب درست نشون میده. فقط اینقدر دما پایینه الان؟ آره دماش خیلی پایینه. کلن دماش پایینه. پس این تو کلن همه تویوتا دماشون یه مقدار پایین رو باید میشه. بذار موتورش رو میخوام ببینیم با هم صحبت کنیم در موردش. اوکی؟ بله بفهم. در مورد اسب بخار و بازده هر کدوم از این موتورها میشه گفتش که توی مدلای هوندا ما میتونیم موتورهای قویتر و سریعتر و اسب بخار بالاتر همراه با موتورهای دورخورتر پیدا کنیم. یعنی ما تقریبا همه میدونیم که موتورهای هوندا توی دور موتورهای بالا به دلیل سیستم‌های وی تک، آی وی تک و هر چیز دیگه‌ای که تکنولوژی خود هوندا بوده اون زمان موتورایی رو می‌ساخت که تازه دور موتور 8 به بعد براش میتونست یه جذابیت بیشتری داشته باشه، بازده کار موتورم بالاتر ببره. داستان از این قراره که خب سری‌های کا هوندا رو اگه بخوایم استفاده کنیم اعداد مختلفی می‌گیریم. توی سری B و تو سری H هم بنا به استفاده و لوازمی که می‌خوایم استفاده کنیم اعداد و ارقام مختلفی می‌گیریم. اگر بخوایم مثلا توی کلاس NA شرکت بدیم که الان بورس قضیه موتورهای سری کاه، تا صبح براش لوازم افترمارکت هست و همین الان که براش صحبت می‌کنیم می‌دونیم که توی نقاط مختلف جهان هم دارن ازش استفاده می‌کنن و اعداد مختلفی می‌گیرن. کلی لوازم افترمارکت میشه روش سوار کرد، تنفس طبیعی، توربو و هر کاری کنی روش برکته. مثلا سوال معروفی که میشه ما تیوفایو و تنفس طبیعی استفاده کنیم یا توربو؟ 240 اسب و راحت داره رو دور موتور 8.9 به ما میده. سری کا هوندا واقعا شوخی بردار نیست. اما توی مدلای تویوتا خب افسانه‌ای ترین مدلش میشه سوپرا، موتوری که داخلشه توجه، مانجه و هر چیز دیگه که براش هست. کلی لوازم افترمارکت میتونیم براش پیدا کنیم. موتوریه که هنوز ترند روزه، کلی دارن روش کار میکنن و اعداد و ارقام مختلفی میگیرن و اون برم ایتس سوپرا دیگه خیلی معروفه. داستان از این قراره یکی از موتورها میتونه اینجوری معنا پیدا کنه که گزینه اقتصادی تریه برای جمع کردن، لوازم افترمارکتش هم ارزون تره، حتی با یه سری قطعات تویوتا هم مشترکه. مثلا پیستونای CS رو میتونید با نمونای مختلف عوض کنید و اعداد و ارقام مختلفی بگیرید. تایمای درگ هم برایش زده شده، تایمای خوبی داره با اعداد
با اعداد 400 500 است چته، با اعداد مختلفی برای ثبت شده و میتونه تایمای مختلفی برای خودش ثبت کنه و این تایما رو در صورت چسبیدن و سیستم انتقال قدرت مناسب بهترین حالت رو داشته باشه. و همونجور هم که گفتیم توی نمونه 3S ما گزینه‌های دیفرنسیال جلو و دیفرنسیال عقبش هم داریم که گیربکس‌های مختلفی رو ستاپ میشه. ما اتاقای تویوتای دیگه هم داریم مثل کریسیدا که اون بیشتر میرن سمت موتورهای 6 سیلندر، موتور 4 و 6 میشه توی ستاپ کرد. بعدش هم خانواده نیسان رو داریم که حالا موتوراش میشه گفتش که کمیاب‌تره تو بعضی از مدل‌ها، علل خصوص 4 سیلندرایی که کجا به سلامتی 4 سیلندرایی که بشه روش حساب کرد و کار کرد. اما داستان اینه، ما خب اینجا جایی که داریم شهره، پیست رو همه میدونیم چه خبره و دیتیل‌های کارم میدونیم، اما بخوایم تو شهر باشون راه بریم به کجا میرسیم و کدوم یکی میتونن شهری تر باشن؟ این گزینه انتخاب مناسبی میشه برای دوستانی که اهل یه ماشین واقعی و متفاوت خواهند بود. امروز دیزی هم همراه ماست که ببینه که اینجا چه خبر و چی کار قراره انجام بشه. از گربه های مجموعه خسته شده بودیم و امروز دیزی رو آوردیم ببینیم که چه کاری از دستش برمیاد. تو شهر چه جور ماشینیه؟ تو دست هست مثلا بیا هزینه کنی با شهری بگردی یا نه؟ واقعیتش الان تقریبا بیشتر از 8-9 ماه شهری مثلا دارمش، ناراضیم. قبلش هم که میدونی من 96 یکی دیگه داشتم، هنوز دارم اونم. خب ترمز نداشت رفتیم آره، اون که چون طلا یه سری مشکلات هم داشت ولی دیگه همه چیز حالا حل میشه. ولی به عنوان ماشین شهری من دارم ازش استفاده میکنم. یعنی تو شهر باش صداش زیاد نیست؟ صداش اذیت هم نمی کنه، بقیه هم اذیت نمی کنه، یه ذره تو اتاق صدای زیاده فقط. استهلاکش بالا نیست اونقدر، فقط به خاطر اینکه روغنش رو باید زود به زود عوض کرد شاید مثلا بگن استهلاکش بالا یا اذیت کن باشه. بعد یه چیزی، ما اگه بخوایم مسابقه ببریم ماشینو شرایطشو داره؟ مسابقه بخوایم ببریم انشالله برای اولین مسابقه خودم دوست دارم آمادش کنم، ولی با این توان فقط مسابقه 200 متر میشه شرکت کرد. چرا؟ آها توان، آها متوجه شدم، توان ماشین، یعنی چون توانش محدوده ما فقط میتونیم مسابقه 200 متر شانسی داشته باشیم. 200 متر شانسی داشته باشیم. پس این تو توی شهر چه ماشینایی میزنه؟ توی شهر والا من با مثلا BMW 428 گاز زدم، با 428 528 328 530 با چند پرشه مختلف با من درسیدم، ولی خب بگم اوکی میده مشکلی نداشت. کله شفت جور هست میتونیم نگه داریم؟ آره نزون مرتب شده تازه. یعنی مثلا چی جوریت بگم، جایی بخوای فرمون بزنی میشه مشکلی نداره، فرمون بزنی عقبش در نمیره، امتحان کردیم باش قبلا. آخه یه نکته بهت بگم، من چند سال پیش یه آلتیما 4 سیلندر داشتم فابریک، بعد با آلتیما تو شهر که میرفتی یه گاز میدادی یه دفعه پشتش در میرفت میرفت این برانور الکی ها، نه مثلا دلت بخواد، یعنی مثلا یه جا داشتی دور میزدی و فلان یه دفعه اذیتت میکرد اصلا به جوری بود. یه ذره بوه بنزین و اون مواد پلاستیکی قدیمی که استفاده میشن به همراه یه توربویی که روی این ماشین قرار گرفته اصلا یه حس خیلی خاصی به هم داد. بعد خیلی وقت بود این مدل از دور خوردن، حالا چه این ماشین چه اون سیویک استثنایی، اصلا خیلی وقت بودی همچنین حسی من تجربه نکردم، دوست داشتم، کیف کردم. بعد شما موقعی که یه ماشینی به این درجه میرسه کار تموم شدهش، حالا باز اینا کار دارن، یعنی همچنان این فرآیند ادامه داره، ذوق مالک رو که نگاه میکنی تازه خستگی خودت هم اونجا در میره، علاوه بر این که نگاه میکنی ببینی یه مالکی که یه سال دو سال سه سال زحمت کشیده پروژهش به اتمام رسیده، اون ذوقش خیلی شیرینه، خیلی. شاید یه تیوفایی رو بشه تو دو ماه سه ماه جمع کرد، شاید تو پنج ماه بشه کردش پونسر است، شاید روش کار بیشتری بکنی اعداد بیشتری بگیری. ولی ژاپنی چقدر زمان برد این ماشین؟ تقریبا 6 7 ماه
طول می‌کشه. یعنی همه چیزت آماده باشه 6-7 ماه زمان میبره. بعد یه سوال، خب این شاید سوال چند نفر دیگه هم باشه. الان شما مزدا داشتی با. یعنی پارسال مزدا داشتی دیگه، مزدا می‌خواستی لوازم بکنی، مزدا رو اگه می‌خواستی مثلا توش لوازم بریزی به صرف‌تر نبود، بهتر نبود؟ و اول اینو به من، اول یه سوال، مزدا رو لوازم بریزی میای تویوتای قدیمی؟ دوم اینکه برتری مزدا و برتری تویوتا رو به من بگو. من تویوتا رو بیشتر دوست دارم، موتوراشو کلا دوستان عزیز بودم. نه فوش که نمیدون نه داشت آهنگ میخوام. این همون میتسوبیشی بود که گفتم. آره والا من موتورهای تویوتا رو بیشتر هستم. با موتورهای تویوتا کلا بیشتر دوستم دارم موتوراشونو. چرا؟ دوامش؟ نه کلا هم دور خوردنش، همین که بیشتر پتانسیل بیشتری دارن تا، یعنی جاده است بیشتری داره برای کار کرد. مثلا مزدا بی پی از این بهتر نمیشه روش کار کرد؟ بی پی رو باید خیلی اساس روش بریزی تا این توان ازش بگیری. نکته قشنگه این، نکته رو ما چند روز اصلا داریم صحبت میکنیم. خب همینجور که میدونی تو بچه های خودمون مزدا بی پی داره جمع میشه، اونم یه چند وقتی از داره جمع میکنه. بعد دیگه مثل قدیم نیست بری یه موتور آماده بگیری بکنی داخل روشن بکنی بیای بیرون که. بله. خب موتور آماده چقدره؟ 200 تا 250 تا، هر کیو نگاه می‌کنی 300 400 500. دو سال دیگه از این ویدیو بگذره به خدا صحبت از اینه. مثلا تو چند تایی؟ من 600 تا شهری ام. تو بله. چند تایی؟ من 1000 تا میرم اینور اونور. داستان اینه. بعد سوال، هندلینگ این مزدا یا هوندا؟ فابریکی. هوندا فابریک، فابریکش سوار شدم. فرض کن اتاقا اینا فابریک، خب تویوتا کرونا، خب که چرا اینو مثال میزنم؟ چون این تو دسترس ترین تویوتا ممکنه دیگه، غیر از اینه مگه؟ نه. هندلینگ تویوتا مزدا یا هوندا؟ اول هوندا، دوم مزدا، بعد تویوتا. یعنی تویوتا فابریکش هیچی نیست؟ فابریکش هیچی نیست. حالا فرض بریم بگیر ما یه هوندا داریم با لوازم زیربندی، یه مزدا داریم با لوازم زیربندی، یه دونه هم تویوتا داریم. هندلینگ هوندا، تویوتا، بعد مزدا. هوندا چون واقعا تاثیر داره. آخه ببین من بذار اینجوری حالا خودم هم بگم، مزدا فابریکی عقبش 5 اتصال است، عقبش اکسل، عقبش شما یه مزدا 323 فابریکو خیلی سخت میتونی بهش بیش فرمانی یا کم فرمانی بدی، خیلی سخته. ده. یعنی شما رایی که با مزدا میتونی بری فابریک بدون ارتفاع، بدون رینگولاسی، با یه دونه 206 نمیتونی بری. 206 دو بار چرخیده اون مسیر رو، باید هزار یک چون کار بکنی تا 206 رای مستقیم بره. اما توی این ژاپنیا من باز میگم اول هوندا، مزدا و تویوتا حتی اساس دارش بود. چون مزدا هم جنسای خوبی است. اگه توی این بازی ما نیسان هم وارد بکنیم خیلی جذاب تر میشه. یعنی نیسان های قدیمی ده. نه صحبت از ماکسیما و اینا نیست، یا مثلا نیسان آبی، صحبت از نیسان مثلا سانی ده. نیسان آلتیما. بله بله. کلی کار میشه روش کرد که اینو جلو بره. ترمزش هم که گفتی، ترمزش مال چی بود؟ کرونا 94. کرونا 94. و صحبتی که شاید به درد خیلی ها بخوره، الان اول 403 یه اتاق بخوایم بخریم سالم بدون مشکل خاصی چقدر باید هزینه کنیم؟ سالم فابریک، ماشین سالم باشه، استاندارد باشه، یه موتور میخواد با ایسیوسیم کشیم. نه نه خود اتاقش، خود اتاقش، خود اتاقش از 260-70 تومن هست تا 340-50 تومن. پس میشه گفت از مزدا ارزون تر گیریم. از مزدا ارزون تر. ما اتاق مزدا سالم الان 403 فروردین باید 300-400 تومن هزینه کنیم تا یه مزدا سالم ای بی استار بگیریم. اینه که ای بی اس نداره. نه نه. مورد بعدی موتورش، یه بی پی رو قیمت بده، یه دونه سه اس. بی پی رو نمیدونم چند شده، ولی آخرین باری که قیمت داشتم قبل ازش گفتم 150 تا از 150-60 داره. حالا با ستاپش بخوای بکنی روشن کنی میرسه تا، آره دیگه، اون از 150-60 تومن. این من پریروز زنگ زدم قیمت گرفتم، جنریشن 4 و نیمشو که گفتم بهت، 225 تومن به من قیمت دادم. 225 تومن حالا تاریخ روزش. مزدا هم یعنی موتورهای حالا خانواده فورد، مزدا خانواده موتورهایی که حالا میکنن توی همونم تقریبا میشه گفت همین قیمته، ولی خب وقتی میخوای ستاپ پشون کنی این قیمت یه دفعه میره بالا. یعنی شما ایسیو اجاس میخوای، کانکشن میخوای، اوورهال میخوای، دورشو میخوای،
پس نیایید بگید من میرم یه اتاق قدیمی میخرم مثلا 300 تومن 200 تومنم یه موتور میگیرم میکنم توش ماشینم روشن 500 تومن. هیچ اون جمع نمیشه. اصلا جمع نمیشه. بعد شما میای داخل اتاق، خود سیم کشیای داخل اتاق خودش یه تخصص جداگونه ای داره، نفرای خودش هم داره. یعنی مثلا شما میخواید کاری انجام بدی روش، مثلا سیم کشی داخل اتاق هست، دست سیمای قدیمی اتاقو دارم میگم و نه گیج و اینجور چیزا، خود اونم یه تخصص جدایی داره. چرا دارم این حرفو میزنم؟ من میخوام که یه نسلی بعد از ما به وجود بیاد، یا دوستایی که الان دارن ماشین بازی میکنن اگر واقعا علاقه شو دارن، یعنی ببین فقط علاقه توجیهش میکنه، نه وقت نه هزینه نه هیچی، فقط علاقه توجیهش میکنه، بیان و ماشینای خوبی جمع کنن که بعد از اونا هم دست به دست میچرخه اسمشون باشه، مثلا بگن ماشین مال فلانی بوده. دعا کنم بیشتر ماشین کسی که میخره اون که جای اون اصلا تو هر معامله اوکی. من اینو دارم میگم، ببین نسل الان به دلیل محدودیت ماشین، به دلیل محدودیت مکانیک، بالا رفتن هزینه ها، سخت بودن جمع شدن وقت، هر چیزی که هست، تیپ دو لوازم دار اشتباه آخه. تیپ دو رو میشه توربو کرد یا نه؟ منظورم به اینه، یا کاریو نکنین، یا اگه میخواین کاری انجام بدید با فکر و برنامه ریزی قبلی و حالا هزینه‌ای که میخواید روی کاری انجام بدید بیاین روی اون قضیه بزنید. این هم داریم توضیح میدیم، فقط بشناسید که چیه. شاید یکی این ماشینو بخره براش چاهی باشه بی انتها، نتونه پرش کنه، قلکی باشه برای مکانیکا و بعدش روش گیر کنه. یه سوال، با سه اس گیر بوکس های مختلفی ستاپ میشه، خب چرا قضیه چیه و چه مزایا و معایبی داره مثلا گیر بوکس های مختلف؟ استانداردش که گیر بوکس همین خود ماشین کرونا 2000 الان رو همین ماشین هم هست، خب این گیر بوکس بدی نیست، ولی نسبت به توانایی که الان مثلا میگیرن از این ماشینا، حتی ایسو استاندارد، حالا چه سریاش لوازم موتوری داشته باشن چه نداشته باشن، یه مدتی برای آدم کار میکنه، مثلا نهایتا یکی دو سال کار میکنه. یعنی با استانداردش عمر زیادی نداره. استانداردش نه، بخوای تو فشار ببری، بخوای تو فشار ببریش، در هر حال میگم ماشین مال 32 سال پیشه، قطعات هم مال 32 سال پیشه، مستهلک شده دیگه به هر حال. بعد گیر بوکس ریسش چطور؟ فرضاً میخوای ریسش هستش، مثلا ام آر 2 میبندن. ام آر 2 مال تویوتا، ام آر 2 مال تویوتا، ام آر 2 ها. و در ضمن به خدمت شما که گیر بوکس دفع عقبیه، ولی خب یه تغییراتی توش میدن دست موتورش، جای نشستن گیر بوکس که واسه ماشینای دف جلو استفاده میکنن. بعد جاوید یه سوال ببخش، موقعی که دفع عقب میشه موتور همین زاویه‌اش یا اینوری میشه؟ سلام، زاویه‌اش برعکس میشه، یعنی اینوری باید بشه دیگه، همین موتور خطی وای میشه، موتور خطی وای میشه. پس این تو چرا دفع عقب نکردی؟ این ماشین نمیشه دفع عقب باشه. آها، تونلشو نداره. آره، این ماشین شرایط دفع عقب شدن نداره. ولی خود CS دفع عقبی با گیر بوکس دفع عقبی داری؟ خود CS دفع عقبی با گیر بوکس دفع عقبی هم داریم. هم اتمسفر هم داریم. ولی تو مزدا، تو اتاقایی که تو ایران فقط دف جلو، فقط دف جلو استفاده میشه. یه سری کروناهای مدل 84 فکر کنم باشه، اونا هستن. خب اتاقاش خیلی قدیمیه، خیلی هم کمه اونا دفع عقبی ها. آره، ماشینا کشیده تر و یه ذره یوغورتری هم هستن نسبت به این ماشین. یه زمانی خودروسازهای قدیمی، پژو مثلا یا خود خودروسازهای ژاپنی، میومدن ماشینای هیجان انگیز میساختن مثل این ماشین و موتورهای هیجان انگیزتر رو جابجا میکردن و اوه 13-14 تا. الان میاد چی میسازه؟ میراژ سسیلن. میراژ سسیلن ناکش از اون دور میزنه از این ور سی وی تیش، ولش بریم بازی ذره دور بزنیم باش. آقا یه سوال، بیا اصلا داری میبندی. یه سوال دارم آقا، یه سوال، تیو 5 300 تایی میزنه یا سی اس 300 تایی؟ جفتشون هم ستاپ، جفتشون هم خوب، شرایط هم شرایط شهری، نه شرایط صندلی بیار نمیدونم اونو ببر سوخ بریز اینو سبک کن چسب بکش اینا، نه. من میگم سی اس 300 تایی میزنه. شما نظرت چیه؟ من میگم تیو 5 300 تایی میزنه. تو میگی تیو 5 300 تایی میزنه؟ پس یعنی اگر بهادر با این ماشین بگازه، باید که این ماشین بهادر رو بزنه دیگه.
طبق گفته شما، طبق گفته شما هم باید بهادرشون رو بزنه دیگه. مطمئنی؟ آره. خیلی راه میره. ببین خیلی راه میره، اصلا صحبت اونا نیست دیگه. این از همون نسله، یعنی درسته، درست حسابیه، خوبه. باشه من نه چیزی نگفتم، من نظر خودم رو گفتم. نه منظورم اینه که این از اونا نیست که مثلا موتور برداشته باشه گذاشته باشه. حالا یه چیزی بین من و جاویده، من میدونم قضیه رو، میزنتم اون جفته اون رو. داری ماشین باش بگازی؟ خودت هم میگازی؟ تا گازی دیگه. من دروغ چرا، این ماشین شاتون سنگین پیستون توجه یه خواسته دیگه، خدا لعنتت کنه. من سه سه فابی کشتا دور نمیخوره که. میخوایم یه جمع‌بندی کنیم ببینیم که اصلا این همه صحبت کردیم، دور زدیم، به کجا میرسیم، چقدر زمان میبره یه همچه چیزی کوتاه؟ تقریبا 4-5 ماه. 5 ماه. چقدر هزینه میبره؟ 450 تا 500 تومن برای خود آدم شخصی که بخواد صفر تا صد جمع کنه. یعنی خودت این کاره باشی 400-500 تا بدون اتاق؟ با اتاق. با اتاق. با اتاق. این یا ماشین فرانسوی؟ 100%. 100% ژاپنی. و اتاق بالای 500 تومن. تا اتاق بالا. آه. مزدا یا تویوتا؟ من تویوتا. تویوتا. نیسان یا تویوتا؟ 100% تویوتا. هوندا یا تویوتا؟ 100% هوندا. 100% هوندا. و جمع‌بندی آخر، اگه به اون موقعی برگردی که داشتی تویو 5 جمع می‌کردی، از اول اینو استارت می‌زدی یا چیکار می‌کردی؟ اصلا نمیخریدم تیو 5 رو، اصلا سمت تیو 5 نمیرفت. پس همینجوری که داریم میبینی تعصب تیو 5 یا تعصب ژاپنی یا هر چیز دیگه جای خودش، اما هزینه و وقتی که این وسط میذاری خیلی مهمه و مسیرتون رو مشخص کنید. ماشین قدیمی ماشین بدون چالشی نیست و میتونه شما رو اسیر کنه، میتونه چاه بی انتها باشه، میتونه قلک مکانیک باشه، میتونه نه یه لذتی باشه که هر بار داخلش میشینی چه خاموش چه روشن چه زیبا ازش لذت ببری. بشینی داخلی همچین ماشینی، خستگی کار و زندگی رو دفع کنی، کلاسیک بری بیای و در نهایت قبل از اینکه بخواید ماشین قدیمی سوار بشین با چند نفر مشورت کنین، چالشاشو ببینین، بعد برید سمت یه ماشین قدیمی که هم ایمنی رو بتونید توش رعایت کنید، هم استهلاک و مناسب نگه داری و هم زمانتون رو بتونین مدیریت کنید. مدیریت کنید، چون زمان اون چیزی نیست که بشه دوباره برش کرد. هم زمان هم بودجه. هم زمان هم بودجه. مرسی. آقا دست شما درد نکنه، خسته نباشی، قربون شما.